سلام، مهسا رضایی هستم و امروز میخوام که در مورد یه باور قدیمی و اشتباه اما جا افتاده بین مردم صحبت کنم. سالهایی که فکر میکنیم اگه یه قسمتی از بدنمون آسیبی بیانو ورم میکنه باید روش یخ بذاریم که زودتر خوب شه. مثلا وقتی مچ پاتون پیش میخوره همه بهتون توصیه میکنن که روش یخ بذار، 20 دقیقه نگه دار، چند بار این کارو تکرار کن که ورمت کم بشه و زودتر خوب شی. اما چی میشه اگه این باور اشتباه باشه؟ توی این ویدیو چیزای جالبی در مورد این باور یاد میگیری که توصیه میکنم حتما ببینی. اما قبل اینکه شروع کنیم مطمئن شو که منو سابسکرایب داری که ویدیوهای بعدی ما از دست ندی. حتما اسم تکنیک رایس به گوشتون خورده که میشه مخفف رست، آیس، کامپرشن و الیویشن، یعنی استراحت، یخ، فشرده سازی و بالا بردن. سالهایی که از این تکنیک به عنوان روشی واسه درمان آسیبای ورزشی یاد میکنن و ورزشکاره زیادی رو میبینیم که بلا فاصله رو محل آسیبشون یخ میذارن تا به خیال خودشون تورم رو کم کنن و ریکاوریشون رو سریع تر کنن، در حالی که نمیدونن دارن تو مسیر کاملا مخالفی قدم برمیدارن و این کار میتونه برای روند بهبودیشون مضر هم باشه. اصلا میدونید این باور از کجا شروع شد؟ تو سال 1978 دکتری از دانشگاه هاروارد به نام دکتر گیب میرکین اصطلاح رایس رو ابداع کرد و اونو بهترین شیوه واسه درمان آسیبای ورزشی عنوان کرد. در حالی هنوز مردم دارن از این متد استفاده میکنن که نمیدونن خود دکتر گیب میرکین تو سال 2013 عقب نشینی میکنه و میگه که در مورد یخ اشتباه میکرده و یخ و سرما در واقع روند بهبودی تو بافت نرم رو به تاخیر میندازن. اون همینطور عنوان کرد که حرکات ملایم کمک بیشتری به بافتا برای بهبودی سریع تر میکنه و به همین دلیل تکنیک رایس کارایی لازم برای درمان آسیبای ورزشی رو نداره. تو همین مسیر تحقیقی هم روی یه سری افراد آسیب دیده انجام شده. اونا رو به 2 تا دسته تقسیم کردن و فقط برای یکی از دسته ها یخ درمانی انجام دادن. جالبه بدونید که این افراد تأخیر قابل توجهی تو بهبود آسیبشون داشتن. گلبولای سفید کمتری تو ناحیه آسیب دیده شده و جریان خون به درستی تو اون محل وجود نداشته. به همین دلیل هنوز بافت‌های زخمی تو محل آسیب دیده یه دسته اول وجود داشته، در صورتی که این مشکلات برای افرادی که یخ درمانی انجام نداده بودن وجود نداشت. البته که یخ اثر ضد درد داره، اما اگه حتما برای کاهش دردتون اصرار دارید که از یخ استفاده کنید مطمئن بشین که بیشتر از 5 دقیقه رو محل آسیب دیده نمیمونه، چرا که یخ پاسخ ایمنی بدن رو سرکوب میکنه. بذار یه مثال بزنم. یخ مثل یه راه بندون میمونه تو یه بزرگراهی که تصادف سنگین شده و نمیذاره که ماشینای اورژانس خودشون رو به محل برسونن و مشکل رو حل کنن. به همین دلیل باعث میشه که تورم تو محل آسیب بمونه، چون همه چی توی اون ناحیه انباشته میشه و چیزی پاک نمیشه. یعنی حتی یخ بعد از جراحی هم توصیه نمیشه. به طور کلی بعد از هر چیزی که توش تورم وجود داره شما نباید از یخ و سرما استفاده کنی. حالا راه حل جایگزین برای ریکاوری و بهبود سریع‌تر بافت نرم آسیب دیده تحرک داشتنه. برخلاف دومین اصل رایس که میشه رست و به معنای استراحت، امروز ثابت شده که تحرک عضو آسیب دیده تو رنج و دامنه حرکتی بدون درد میتونه کمک خیلی زیاد و مؤثری تو روند بهبودتون داشته باشه، چرا که انقباض عضلانی سیستم لنفاوی رو فعال میکنه که باعث میشه تورم از بین بره. اما وقتی شما فقط استراحت میکنی و حرکتی نداری این سیستم فعال نمیشه و تورمم تو جای خودش باقی میمونه. همینطور استراحت‌های طولانی مدت باعث خشک شدن بافتا و مفاصل و از دست رفتن حجم عضلانی هم میشه، در صورتی که تحرک داشتن از به وجود اومدن این مشکلات هم جلوگیری میکنه. اگه آسیب شکستگی داری یا حتی تو حرکت‌های خیلی کوچیکم درد زیادی داری، استراحت تو روزای اول میتونه کمک کننده باشه، اما غالبا برای پیچ خوردگی و کشیدگی بافتای نرم حرکت‌های آروم و بدون درد میتونه خیلی سودمند باشه. به طور مثال وقتی مچ پات پیچ خورده و نمیتونی راه بری، تو حالت نشسته مچت رو تو دامنه بدون درد حرکت بده تا کم کم اونو به دامنه حرکتی کامل برسونی. با
با بهتر شدن و کمتر شدن دردت میتونی شروع به راه رفتن کنی و همینطور با ایستادن روی یک پا عضلات ثبات دهنده یا استابیلیتی مچ پاتو تقویت میکنی. با بستن چشمات هم میتونی این کارو سخت تر کنی. در آخر با بالا و پایین رفتن روی مچ پا و دویدن حرکت کامل به مچ پات برمیگردنی. اینجوری خیلی سریع میتونی به ورزش و یا حتی زندگی عادی و نرمالت برگردی. به طور کلی حرکت عضو آسیب دیده تو دامنه حرکتی بدون درد و افزایش این دامنه حرکتی بدون درد تو طول زمان کلید اصلی بهبودی سریع بعد از آسیب دیدگیه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و این ویدیو توی ریکاوری و بهبود سریع کمکتون کنه. اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنید و کامنت بذارید یا برای دوستاتون که فکر میکنید به دردشون میخوره بفرستید. اگه هم موضوع و یا ایده خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید در موردش براتون ویدیو درست کنم توی کامنت ها به هم بگید. خوشحال میشم اگه بتونم کمکتون کنم. موفق باشید.